از همه مهمتر اینه که واسه یه شخصی که میخواد یه شرکت شروع بکنه، اول خودش به خودش بتونه قبول بکنه که این یه فکری هستش که ارزشش داره، چون که این قسمتی از زندگیش خواهد بود واسه سالهای آینده. و وقتی که خودش این فکر درش به قوت ایجاد شد، قدم بعدی اینه که بتونه سرمایه بگیره و بتونه یه تیمی رو دور خودش جمع بکنه که بره جلو. سیستم سرمایه‌داری دنیا بر یک اصول واقع است که هر سرمایه‌دار میخواد افزایش سرمایه بکنه آخرش، و این سرمایه‌دار نگاه میکنه بر حسب یه محورایی اندازه میگیره که آیا ریسک و بازدهی این کار در چه حدی خواهد بود. توی شرکت‌های نوپا این یکم مشکل‌تره واسه سرمایه‌گذار، چون که ریسکش بالاتره و تشخیص این داستان یک کم بیشتر وقت میبره و یک کم بیشتر بر حسب به قول معروف در گاد فیلینگش یا قلبشون میرن جلو تا فکرشون. ولی یه اصولی رو برپاش هستن، این که باشه مدیریت اون شرکت چی حکی است و چه سابقه کاری داره و چه تخصصی رو داره، بازار این کار به چه حدی بزرگه که تشخیص بدن که بازدهی این کار در چه حدی خواهد بود، این فکر چقدر جدید هست و تفاوت داره با کسایی که امروز دارن اینو عرضه میکنن، رقیبان کی خواهد بود و چطوری این فکر رو میشه حفظ کرد که آیا ثبت اختراعی درش هست و غیره. و این اصولی هستش که من تا اونجا باش آشنایی دارم که امروز انجام میشه. آقای حیدری کوتاه برای ما توضیح بفرمایید شرکت نوپا با چه مشکلاتی ممکنه مواجه بشه؟ اون اعتماد چطور باید شکل بگیره؟ فرضاً اگر دانشمند ایرانی یک نخبه فنی ایرانی بخواد شرکتی رو در آمریکا تأسیس بکنه یا پروژه‌ای رو به اجرا بذاره؟ والا اونطور که من سابقه‌اش دارم و این تجربه‌ای که من داشتم، چون که توی شرکت‌های نوپا بیشتر تجربه‌ام در این شرکت نو شرکت بوده، این پروسس طولانی هستش که شما باید آمادگی داشته باشین واسه بالا پایین‌هاش، و در وقتی که پایین زیاد نگران و افسرده نشین، وقتی بالا زیاد مغرور و غیره نشین. و مشکلات از روز اول شروع میشه که شما بخواین اول خودتون رو قانع بکنید که چیز خوبیه و با یه تیمی رو دور خودتون جمع بکنید که این تیم به همون اندازه شما قانع هست که این فکر بسیار خوبیه که ببرن جلو، و لحظه به لحظه قدم به قدم گروه‌های مختلفی هستن که شما باید به عنوان تیم یا به عنوان همکار یا به عنوان سرمایه گذار اینا رو قانع بکنید. کارهایی که ما میکنیم مشابه کارهایی که دوست ما فرج میکنن، سرمایه بسیار زیادی میخواد از اول کار و زمان بسیار طولانی میکشه که به اولین محصول برسین. همونطوری که دوست ما فرج توضیح دادن، PC 40 میلیون حداقلشه که شما به اولین محصول برسین، و از اونجا داستان شروع میشه. شما باید دستیابی داشته باشین به بازار بین‌المللی، چون که اون موقع هستش که میتونین ماکسیمم پتانسیل این کالا رو، این محصول رو به نتیجه برسونین و غیره. و قدم به قدم این شرکت رو بسازین، از قسمت اول که حالت پژوهشی داره، قسمت آخر که حالت بازاریابی و فروش داره.